سلام، شرره هستم با یکی دیگه از برنامه های تاک تو بی در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه بین المللی پی بی سی هستم. امروز برنامه داریم با آقای امین بخشورپور، یکی از زنبورداران و اصلداران محترم ایالت جورجیا، و با ایشون مصاحبه میکنیم در حیطه تهیه عسل و چگونگی نگهداری زنبورها. با ما باشین در این برنامه و مصاحبه جالب، امیدوارم که لذت ببرید. سلام آقای بخشورپور، خیلی خوشحالم که شما را در برنامه بومی در تلویزیون پی بی سی داریم. خیلی لطف کردین که اومدین. روزتون چطور بوده؟ با درود خدمت شما و بینندگان محترمتون، روز خوبی بود، خسته کننده، ولی آخر فصل برای کار زنبور داریم. بله، خسته هم نباشه. سپاسگزارم، محبت داریم. آقای بخشورپور، میشه یه معرفی کوچولویی از خودتون داشته باشیم برای بینندگان ما؟ از خودتون. من امین بخشورپور و فارغ التحصیل رشته هنرهای زیبا. خب آقای بخشورپور، چی شد اصلا شما به حیطه زنبورداری و پرورش زنبور عسل علاقه‌مند شدید، وارد این حرفه شدید؟ در وهله اول علاقه بود و دوست داشتن بود. بهتره به این صورت خدمتتون عرض کنم که تصادفم جز این زندگی بود. من آدمی بودم که اهل طبیعت بودم، کوهنوردی و شکار. روزی کمین نشسته بودیم برای شکار، یه کلونی زنبور از هلمار توجه ما رو جلب کرد و دیگه شکار فراموش شد، وارد پیته زنبور شدیم. و خدمتتون عرضه بدارم که اولین آشنای من اونجا با زنبور بود که خواستیم این مقدار عسل برداشت کنیم از توی این شکاف سنگ، حسابی زنبور را زدنمون. دیگه این شد که برای من شد یه خاطره و اینکه سر در بیارم این حیونا چجوری زندگی میکنن، چه میخوان از این دنیا. پس یه آشنایی خیلی دردناکی داشتین. کم و بیش بره. خب بعد از اونجا دیگه تصمیم گرفتین که مثلا این حرفه رو ادامه بدین، کارتون اینجا؟ نه، اونجوری نبود که بخوام به صورت حرفه نگاش کنم. اول من خب پدرم باغ داشتن، همیشه دیگه بعد از اون اومدم با دوستان و آشنایان که بودن در ارتباط شدم، سوالاتی کردم، یه دونه کندو زنبور عسل گرفتم توی ایران و خدمتتون عرضه بدارم به صورت هابی همیشه داشتم. حالا ممکنه 2 سال نبوده، ولی از سن تقریبا 27-28 سالگی یکی از جاذبه های زندگی من بوده، همیشه در کنار من یک کندو بود، همیشه سر کی میکشیدیم، دستی میزدیم. تو باغ پدریم هم همیشه 2-3 تا کندو داشت. بله، درست. پس در اصل این کار هم جنبه سرگرمی براتون داشت و هم جنبه بیزینس، یعنی ابتدا سرگرمی با سرگرمی شروع شد، علاقه و سرگرمی، و بعد بیزینس پیدا کرد. درست. البته خدمتتون عرض کنم که تا زمانی که امریکا نیومده بودم خیلی بهش به صورت بیزینس نگاه نمی کردم. وارد امریکا که شدم، بچه هام، من یه پسر و یه دختر دارم، آلرژی داشتن. دکتر بهشون گفت که باید حتما عسل لوکال یا محلی این منطقه رو مصرف کنن که این آلرژی برطرف بشه. گشتیم پیدا نکردیم. بعد دیگه دنبال این بودم که یکی از همسایه‌ها گفت من زنبور تو خونمه. بودم خب چه بهتر از این، کندویی درست کردیم و اولیشو اونجوری شروع کردیم.
با اون زنبور همسایه ریمووش کردم، آوردم تو کندو و نگه داشتم. بعد پرسجو شدم که ببینم کجاها میتونم تهیه کنم و بالاخره جوینده یابنده است. شروع کردیم با 3-4 تا کندو و الان هم تقریبا یه چیزی حدود 170-180 تا کندو هستش. خب 170 تا بس زیادم کندو داریم. نه کم و بیش پلنم بزرگتر از این حرف هست. پلنتون بزرگتره، یعنی میخواید همجا گسترشش بدین؟ پلنم روز 3500-4000 تا کندوی. خب حتما کم اونجوری میشه. توی این حرفه که شما هستی، این حرفه زنبور عسل داری، چه خطرهایی برای زنبور هستش، برای زنبورا ممکنه پیش بیاد؟ ما با خطرات آیتم های زیادی باعث از بین رفتن کلونیا میشن، از جمله سمپاشی، جاهایی که سمپاشی میکنن برای باگ و مسکیتو و خدمت شما عرضه بدارم، سمپاشی هایی که اکثرا خونه ها انجام میدن برای اینکه یه خود راحت تر زندگی کنن. این یکی از بزرگترین عوامل از بین برو رفتن کندوهاست. مریضی هایی که خودشون دارن، اگر که شما صاحب نظر باشین، دید داشته باشین به زنبور، خیلی راحت یه تعدادشون میتونین پیدا کنین، ولی خب بعضی وقتا میبینین نه، اصلا از کنترل شما هم خارجه. نیچر یه چیزی به شما میگه، طبیعت یه چیزی دیگه به شما دیکته میکنه و شما هیچ وقت نمیتونی ازش فرار کنی. مثل مرگ زندگیه، کلونیار هم همین جوریه. بعضی وقتا واقعا دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، توی یه نقطه بهش برخورد میکنیم که میبینیم دیگه فانی فانیه. بعد این زنبور اصلا مثلا مثل بقیه حیوانات، مثلا دام ها، اونایی که گاوداری دارن، گوسفندداری دارن یا بقیه مرغداری دارن، اینا هم دامپزشک هستش براشون که بیاد مثلا کاری بکنه؟ نه به اون معنی نیست، دامپزشکی ندارن. اصولا یه سری از زنبوردارا روی تجربه هایی که سالیان سال داشتن، با شیر کردن این تجربه ها خیلی چیزا رو به هم یاد میدن. یه سری هم که خب این میگم زنبورداری به عنوان اینکه یه نفر بشه بگن آقا زنبور داره که مثلا 300 تا کندو داره یا 500 تا یا 1000 تا کندو داره، اسمش زنبوردار نیست. کسی که واقعا باید بشه زنبور، دقیقاً تمام نقطه به نقطه زندگی زنبور رو بدونه، بعد حتی مریضیاش و ناخودآگاهش رو با نگاه کردن متوجه این مسئله میشین که آیا این کندوم سالمه یا نه مریضه. به خدمتتون عرضه بدارم، بعضی وقتا پیش میاد ملکه کندوم میمیره. شما از نوع، یعنی شما که کسایی که زنبور دارن، از نوع بال زدن زنبورها متوجه میشین که ملکه داخل کندو وجود نداره. البته این خیلی تجربه میخواد ها، سالیان سال نگاه کردن میخواد تا به این نقطه برسه آدم. درسته. بعد هر کندوی زنبور اصل یک دونه ملکه داره فقط؟ اصولا یک ملکه هست، ولی در بعضی موارد شما 2 یا 3 ملکه رو میبینین توی کندو قرار میگیره، تخریزی میکنن و کنار هم زندگی میکنن. اصولا اگر دو تا ملکه رو توی یک کندو قرار بدین، یکی دیگر از بین خواهد برد. ولی بعضی اوقات تو شرایطی که خودشون استثناءن حالا پیش میاد، من خودم به شخصه تو کندو هم 2 یا 3 تا ملکه رو دیدم. البته لازم به ذکره که شما میتونین با یه تغییر کوچیک توی ملکه ها، البته این کار درستی نیست از لحاظ دستکاری کردن خود ملکه است، شما میتونین که
دو تا ملکه رو کنار هم قرار بدین و نگرشون داریم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی خب یکی از ملک، دو تا ملکان یه قسمت از بدنشون ناقص میشه. به خاطر همین مسئله نمیتونیم، یعنی درست نیست از لحاظ، به نظر من از لحاظ طبیعی کار دو طبیعی. بعضی وقتا میبینیم دو سه تا کنار هم سوار میشن، خودشون هم هستن، این نیست که ما دستکاری کنیم، ولی ما هم میتونیم دستکاری کنیم اینا رو کنار هم سوار. من عملا خودم دوست ندارم با نیچر دستکاری کنم برم داخلش ور برم، ولی شدنیه این مسئله. درست. عمر این زنبورای عسل عمرشون چقدره حدودا؟ عمر زنبورای عسل تو سیزنهای مختلف متفاوته، فصلهای مختلف. شما تو تابستون اول بهار که شروع میشه، وقت تو تابستون حدود 35 روز تا 40 روز 60 روز، ولی توی زمستون تا 90 روز میرسن. عمر ملکه یه خورده متفاوتره، بین عمر مفیدش 3 تا 7 ساله. خب دیگه 7 سال عملا باید عوض کرد ملکه رو، اون کارایی که باید داشته باشه رو نداره. به خدمتتون عرضه بدارم زنبورهای نرم توی زمانی از تایمی از بهار تعداد زیادی تولید میکنه خود ملکه که برای پاییز همه رو از بین میبرن، یعنی این فصل که میشه شما دیگه زنبور نری نخواهیم داشت. چرا؟ زنبور نر فقط میخوره اینجوری که میگن، یعنی میخوره. زنبور نر چون مصرف عسلش خیلی بالاست، برای زمستون همه چون از کندو میریزن بیرون و آماده میشن برای نگهداری عسل که بهش میگن زمستون گذرونی، که زمستون رو بتونن راحت تر رد کنن و مواد غذایی داشته باشن برای خود زنبورها. این کار رو میکنن یا شما؟ نه خود زنبورها این کار رو میکنن. مثلا وارد این شغل بشه، این حرفه بشه و زنبورداری و پرورش زنبور عسل داشته باشه، چه تعدادی کندوی زنبور عسل باید داشته باشه تا مثلا به یه بیزینس، از یه بیزینس کوچیک بخواد شروع بکنه؟ چه تعدادی باید باشن؟ این بستگی به محیط اطرافشون داره. این نمیتونم بگم که 100% بخوام به عنوان یه بیزینسمن عسل امروز شروع کنن به با 400 تا 300 تا زنبور، کندوهای 300-400 تا کندوی زنبور عسل بگیرم و شروع کنن زنبور داری. این کار درستی نیست اصولا، به عنوان مثل یه بیزینس نیست که شما برین بخرینش. اینو باید تجربهش رو داشته باشین بعد برین انجامش بدین و بدونین که هر منطقه‌ای عسل مخصوص خودشو داره و مقدار عسل خودشو میاره. هر سالم متفاوته. یه منطقه شما فکر نکنین امسال مثلا یه کندو 150 پوند میده، 100 پوند عسل میده، سال بعدم همین مقدار رو به شما خواهد داد. شاید بگم حدوداً 10-11 فاکتور کنار هم سوار میشه که یه کندو محصول خیلی خوبی میده. ولی برای کسی که میخواد بیزینس بکنه، به شخص من از 2-3 شروع کنن، بعد وقتی کاملا اشراف پیدا کردن روی کار زنبور، بعد استارت به زنبورداری بکنن. حالا بیزینس کوچیک یا بیزینس بزرگ فرق نمی‌کنه، همش تجربه است. این نیست که بگم چه چیزایی میتونن بخونن، ولی باید دونست و مطابق یه بچه، شاید هم بیشتر از یه بچه، بهش رسید. درسته. یعنی باید تجربهشون زیاد بشه، اطلاعات کسب کنن. بعد درسته. خب
خب حالا اگر بخوایم مثلا عسل میخریم از مغازه و از هر جا عسل تهیه میکنیم، چجوری میتونیم بفهمیم در بدون آزمایشگاه و آزمایش بردن و اینا در محدوده خونه میخوایم چجوری میتونیم بفهمیم یه حدی تقلبی اصل و چجوری اینو میشه متوجه شد؟ دو حالت، یعنی دو حالت میتونین، یکی که تست دهانی آدم قوی باشه بتونه تست کنه، اون یکی از مسائل، عطرش مشخص میشه، مزهش مشخص میشه که اصلا این عسل عسل یا عسل نیست. ولی بهترین، راحت ترین، یعنی کار اینه که شما واقعا یه دونه عسل طبیعی داشته باشین، یکم بریزین توی آب، توی دو و عسل معمولی هم که دارین میخرین از بازار، همین مسئله هایی که معموله، بریزین تو آب، این دوتا تکون بدین حساب، ولی تکون بدین دوتاش لحظه اول کف میکنه، ولی کف اونی که طبیعیه میمونه، ولی اونی که نه چیزه بعد از یه مدت خیلی سریع این آب شکر که قاطی میکنن، شربت، این شربت میشه. غذایی که بهشون، شما غذا براشون تهیه میکنید، چیزی براشون میذارین یا اصلا این گرده گلا و اینا؟ نه اشتباه نشه، اصولا شما هر حیوان خونگی که داشته باشین خوراک نیاز داره، ولی زنبور توی زمانی اگر که شما کوچ بدین زنبوراتونو نیاز به خوراک نداره، ولی اگر که یه جا ثابت نگرشون دارین نیاز به خوراک داره. پس اصولا ما توی یه رنجی از سال که شهد وارد طبیعت شده و درخت ها گل ها شهد دارن و زنبور داره گردآوری میکنه و گردآوری سیراب میکنه به قول اینجا، یا اون اصاره درخت رو میاره که عسل طبیعیه، توی زمان از سال دقیقا یه زنبوردار متوجه میشه که چطوری داره میاد، زنبور داره عسلش رو میاره. خوراکی هم که ما بهشون میدیم، اصولا من نوعی به عنوان زنبوردار تا اونجایی که از دستم بیاد هیچ وقت آب و شکر نمیدم، سعی میکنم ندم، ولی وقتی زیاد که میشم دیگه یه خود از کنترل خارجه. اصولا از مواد طبیعی مثل خورما، شیره خورما و چیزهای شبیه این استفاده میکنیم و بهشون خوراک میدیم برای زمستون. و البته یه چیز دیگر هم خدمتتون عرض کنم، اصولا ما عسلشون رو برداشت به اندازه‌ای میکنیم که زمستون گذاریشون راحت باشه، نخوان دوباره خوراک بهشون بدیم. توی این مسئله خب بعضیا نه، زنبور عسل دارن و مداوم بهشون خوراک میدن، اون دیگه یه چیزی علا حد است، عسل خوراک، یعنی عسلیه که به قول معروف نیمه مزه، یعنی سیراب از طبیعت نمیاد. این منطقه جورجیا آتلانتا که شما هستین برای تهیه عسل و اینا منطقه خوبیه؟ اینجا یکی از، شاید بگم یکی بهترین جاهای امریکاست. البته نوع عسلش کاملا متفاوت، عسلای درخت داره، عسلایی که از درخت ها گرفته میشه. ما توی این منطقه جورجیا درخت هایی به نام درخت نمدار به فارسیش میشه هست اینجا، و وقت فصل اون قوقا میکنه، سیرابی که وقتی میاره. یا ساور وود هم هست که میگن، اینجا خیلی معروفه به ساور وود، میگن که چوب ترش، اونم یه طعم به خصوصی داره، اینجا خیلی زیاده. ولی اصولا عسلای کوهستان مثل، البته توی امریکا هر منطقهش، میگم هر منطقه عسل خودشو داره، شما نمیتونی کجاش خوبه کجاش بده، هر کدومش. اینجا چون یکی از دلایلش برای پرورش، زمانی که گرده وارد محیط میشه یا همون پالن، یکی از اون چیزاست که بهترین چیزه برای یه زنبوردار که هم تکثیر بالا میتونه انجام بده،
هم خدمتتون زنبور قوی میتونه داشته باشه. درست. خب خیلی ممنون، مرسی. چیزی هست که میخواییم شما اضافه بکنید در این حیطه شغلی؟ چیز خاصی نمیتونم بگم، فقط این موهبت هستی و امیدوارم که تمام بینندگان جدی بگیرنش و یکی از چیزایی که واقعا نیست توی دنیا، اگر نباشه ما هم نیستیم. بعد از یعنی چیزی که انیشتین گفته، بعد از 4 سال از نابودی زنبور اثر انسان هم از بین میره. من حالا باید بیام خدمتتون حتما از این اصلای که شما تهیه کردین و اینقدر صحبتش رو کردین با هم دیگه، حتما باید بیام از شما تهیه بکنم. در خدمتتون هستم، روز خوبی داشته باشین، خودم باشین. ممنونی از وقتی که برای من گذاشتین. خیلی ممنون از حضورتون و موفق باشین و برنامه ما حضور پیدا کردین. خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. بینندگان عزیز شبکه پی بی سی و برنامه تاکتومی، با تشکر از همه شما عزیزان که تا اینجای برنامه رو با ما بودین، امیدوارم که از دیدن این برنامه جالب و شیرین لذت برده باشین و تا برنامه بعدی برای شما آرزوی سلامتی و شادی دارم. خدا نگهدارتون.